8 عصر تهران، من مرضی حسینی همراه شما با این بخش خبری زنده از واشنگتن دی سی. ابتدا سرخط خبرها. محدود شدن انباشت اورانیوم غنی شده ایران، بلومبرگ میگوید این اقدام نتیجه توافق اخیر میان تهران و واشنگتن است. گزارش رویترز از افزایش تولید و صادرات نفت ایران در آخرین ماه تابستان، به رغم ادامه تحریم ها صادرات نفت ایران به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. پرونده مالیاتی ترامپ، دادستانی نیویورک میگوید تحقیقات جدید از احتمال کلاهبرداری مالیاتی ترامپ خبر میدهد. و رونمایی از چتبات هوشمند چینی، شرکت های فناوری چینی به جنگ گوگل و مایکروسافت میروند. خبرگزاری بلومبرگ میگوید انباشت اورانیوم غنی شده در ایران محدود شده است. این شبکه همچنین گزارش داد که مقاماتی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش سرعت ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران را تایید می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده می‌شوند تا گزارش 3 ماهه پادمان‌های ایران را پیش از نشست شورای حکام آژانس در روز 11 سپتامبر منتشر کنند. بر اساس این گزارش، محدود شدن انباشت اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نتیجه توافق اخیر غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران است. از سوی دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهدیدهای اسرائیل برای هدف قرار دادن برنامه اتمی ایران پوچ و توخالی است. محمد اسلامی به الجزیره گفته اقدام نظامی علیه ایران بیفایده خواهد بود و با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. اسلامی همچنین گفته با اقدام نظامی و یا تحریم نمیتوان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را حذف کرد. او اظهار امیدواری کرده است که سال 2023 پرونده هسته‌ای ایران بسته شود. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساکسس از برایتون همراه ما هستند. جناب متین، این گزارش بلومبرگ همزمان با اظهاراتی که توسط آقای اسلامی مطرح شده، فکر می‌کنید چه نمایی از وضعیت مذاکرات بین آمریکا و غرب ارائه میده؟ خب اینکه ایران تونسته 2 میلیون بشکه نفت صادر بکنه و بعضی منابع حتی از این خبر میدن که ممکنه به زودی به صدور نفت ایران به دوران ما قبل تحریم های آمریکا برگرده، خب این نشون میده که ایالات متحده با وجود اینکه تحریم ها رو رسما هنوز در واقع کنار نبرده، ولی در عمل اجازه میده که در واقع ایران نفتش رو صادر بکنه و این یک بدوبستان پشت صحنه است که هم مرتبط هست به مسئله مبادله زندانیانی که هست، هم یک تفاهم نانوشته یا غیر رسمی هست بین ایران و آمریکا که ایران در مقابل اینکه غنی‌سازی رو در یک حد معینی نگه داره و اون خط قرمز مورد نظر آمریکا و اسرائیل نرسه و در مقابل زارن آمریکا تسهیل میکنه صدور نفت ایران رو از سوی ایران، و من فکر می‌کنم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، چون پایین بودن قیمت نفت و انرژی خیلی مهم هست در اینکه آقای بایدن یا نامزد حزب دموکرات، حالا هر کسی که هست، شانس بیشتری رو داشته باشه. ولی در سطح رتوریک خب ایران کماکان از به اصطلاح زبان تند تیزی صحبت میکنن، ایالات متحده نیرو گسیل کرده به خلیج فارس، ولی واقعیت امر این است که ظاهرا در یک سطحی به یک تفاهماتی رسیدن که ایران میتونه اینقدر نفت صادر بکنه. جناب متین، در کنار بحث صادرات نفت، در خصوص گزارش بلومبرگ هم اگه از شما بشنویم، فکر کنید در واقع این امتیازاتی که جمهوری اسلامی خصوصا در مقوله هسته‌ای میده چقدر منجر میشه، چنانچه آقای اسلامی گفتن، تا کمتر از یک سال دیگه پرونده هسته‌ای ایران بسته بشه؟ من باید میدونم به این صورتی که ایشون میگن پرونده بسته بشه، در هم رئیس سازمان انرژی هسته ایران در یک مصاحبه با الجزیره گفته بود که پرونده اون ذرات هسته ای که پیدا کرده بود آژانس ولی منشأش معلوم نبود بسته شده، در حالی که خب بارها رئیس آژانس گفته که نه خیر، این مسئله درست نیست، هنوز پرونده کاملا بسته نشده و مادامی که نظارت آژانس به دوران ما قبل تحریم ها برنگرده و حتی بیشتر نشه به یک شکلی، به نظر من بعیده که آژانس بتونه تایید بکنه همچین مسئله رو یا پرونده کاملا خاتمه پیدا بکنه. ما میدونیم که الان دوربین های خیلی محدودی در به اصطلاح سایت های هسته ایران هست، بنا به اصطلاح تمهیداتی که جمهوری اسلامی اجرا کرده در رابطه با محدود کردن نظارت، که اون هم پاسخی بود به اصطلاح تحریم های آمریکا، که این مسئله همچنان ادامه داره. یک بحث دیگه آقای اسلامی در این مصاحبه خیلی جالب بود که گفته بود تهدیدهای اسرائیل علیه برنامه هسته ایران پوچ و توخالی هست گویا، در حالی که همین امروز وزارت دفاع ایران گفته که یک توطئه خیلی بزرگ هدایت شده از سوی اسرائیل رو علیه برنامه موشک ایران
کشف کرده. در سالهای اخیر ما بارها و بارها دیدیم که به اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای ایران حمله کرده. یعنی همزمان که این رتوریک رو میگه جمهوری اسلامی، ولی در عمل به نظر میرسه خیلی در یک سری موارد امتیاز داده به ایالات متحده که دچار درگیری نشن در این دوره مونده به انتخابات آمریکا. متشکرم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساکسز از برایتون. خواهش میکنم. رویترز در یک گزارش نوشته که به رغم تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه اوت افزایش قابل توجهی داشته است. در این گزارش به نقل از یک مدیر شرکت ردیاب محموله‌های نفتی SVB گفته شده که تولید نفت ایران در ماه اوت به 3,150,000 بشکه در روز رسیده که بالاترین رکورد ثبت شده از سال 2018 است. همچنین فروش نفت ایران در این ماه رقمی حدود 2,000,000 بشکه در روز بوده. دیگر فروشنده محموله‌های نفتی هم با تایید این رقم‌ها به رویترز گفتند چین همچنان اولین خریدار نفت ایران است. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن زمستان، دولت بایدن به دنبال پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی است. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن همراه ما هستند. جناب شکری، این آمارها حاکی از افزایش دو برابری صادرات نفت ایران هست و اگر ما آمار رو همین 2,000,000 که رویترز و بلومبرگ همزمان گزارش دادن در نظر بگیریم، اختلاف چندانی با 2,500,000 بشکه قبل از تحریم ها نداره. فکر میکنید اساسا این آمار نشان دهنده چیست؟ آیا تحریم های آمریکا بی اثر شده و یا حاکی از مذاکرات پشت پرده میان تهران و واشنگتن هست؟ بله، باید اشاره بکنم که افزایش صادرات نفت ایران از اواسط تابستان سال گذشته و با چراغ سبز دولت بایدن شروع شد و امروز به این حد رسیده که خبرگزاری معتبری مثل رویترز و بلومبرگ از چند برابر شدن صادرات نفت ایران در بازه زمانی می 2022 تا آگوست 2023 خبر میدن. تفاهم‌نامه‌ای که نانوشته که بین تهران و واشنگتن در ماه‌های گذشته منعقد نشد، ولی خود به صورت زمینی توافق کردن که برخی سیاست‌های منطقه‌ای ایران چشم‌پوشی بشه و ایران هم میزان غنی‌سازی اورانیوم رو به خط قرمز اسرائیل و واشنگتن نرسونه و واشنگتن هم با چشم‌پوشی از برخی از تحریم‌های نفت ایران با افزایش صادرات نفت ایران به چین موافقت کرد. می‌دونید که چین مقصد اول صادرات نفت ایران در دوران کرونا و همچنین در دوران پس از برجام بوده و این شرایط دست به دست هم داد که صادرات نفت ایران به رکورد فعلی دست پیدا بکنه. ولی درست هست که صادرات نفت ایران در قیاس با دوران کرونا که امروز خبرگزاری فارس مدعی شده بود که ایران در سال 2020 فقط میتونست بین 300 تا 400 هزار بشکه در روز نفت بفروشه به چین که امروز این تقریبا به 4 یا 5 برابر رسیده. این نمیتونه دیپلماسی موفق دولت ابراهیمی رئیسی تلقی بشه، چرا که مسئله مهمتر قیمت نفت فروخته شده و نحوه دریافت نفت از چین هستش. اتفاقا همین نکته رو اگر بهش بپردازیم، مسئله اینجاست که چقدر درآمدزایی میشه. سه مقصد عمده داره: سوریه، ونزوئلا و چین. مشخصا سوریه که پولی پرداخت نمیکنه، ونزوئلا هم در ازای در واقع میانه گازی نفت به ایران صادر میکنه، اساسا چین هم با تخفیف های زیادی این نفت ها رو دریافت میکنه. فکر کنید چقدر حاکی از برد جمهوری اسلامی حداقل از نظر اقتصادی میتونه باشه؟ علیرغم اینکه بارها ادعا شده که صادرات نفت ایران چند برابر شده و درآمد نفت ایران دو یا سه حتی چهار برابر شده که این ادعاها از سوی جواد وزیر و بقیه دولت مردان دولت رئیسی بارها اعلام شده، ولی اگر با وضعیت معیشتی مردم ایران نگاه بکنیم، نه رشد اقتصادی تغییر چندانی پیدا کرده، نه وضعیت معیشتی مردم ایران در قیاس با دوران کرونا و پیش از اعمال تحریم‌ها تغییر خاصی پیدا کرده. چون اگر جنگ اوکراین نبود و نفت روسیه هم تحریم می‌شد، شاید ایران می‌تونست نفت خودش رو با قیمت بهتری در قیاس با قیمت روز بازار جهانی به چین بفروشه. وقتی روسیه هم مجبور هستش قیمت نفت خودش رو با قیمت ارزون به چین و هند و ترکیه بفروشه و ایران هم فقط میتونه به چین نفت بفروشه و فروش نفتش به سوریه در بیشتر اهداف استراتژیک پشت اهداف اقتصادی و همونطور که شما هم گفتید فروش نفت هم به ونزوئلا پس شرایط ویژه‌ای صورت میگیره و نمیتونه نیازهای اقتصادی ایران رو برآورده بکنه. همه این شرایط دست به دست هم دادن که از لحاظ ارقام ایران شاید تونسته صادرات نفت خودش افزایش بده، ولی درآمدهای ارزی ایران به شکلی قابل مواجهه افزایش نیافته و ایران نتونسته با استفاده از شرایط فعلی و افزایش فروش نفت وضعیت معیشتی مردم رو که با بحران‌های زیادی دست روبرو هستن بهبود ببخشه. متشکرم از شما امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن.
جواد روحی معترض محکوم به اعدام در زندان نوشهر جان باخت. مجید کاوه وکیل جواد روحی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از طریق خانواده موکلش مطلع شده که او ساعتی پیش در زندان فوت شده است. میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جان باختن جواد روحی در زندان را تایید کرده و نوشته پیکر او برای سمشناسی به پزشکی قانونی منتقل شده است. پرویز یاری پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران از ترکیه همراه ما است. جناب یاری متشکرم از حضورتون در برنامه. عوامل و در واقع دلایل این مرگ رو شما چطور می‌بینید؟ من می‌خوام جواب سوال شما رو با آمارها بدم. در واقع فکر می‌کنم که آمار زبان خیلی گویایی است برای اینکه درک بکنیم و تحلیل بکنیم موارد نقض بشر در ایران رو. متاسفانه از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، یعنی کمتر از یک سال گذشته، دست کم 26 نفر توی بازداشت‌ها و زندان‌های ایران جانشون رو از دست دادن. این 26 نفر همگی با اتهامات سیاسی بازداشت شده بودن و یا در حال تحمل حبسشون با اتهامات سیاسی بودن. این رو هم باید اضافه بکنم که این اطلاعات که اطلس زندان‌های ایران تونسته جمع‌آوری، راستی آزمایی و مستند بکنه، احتمالاً بخش کوچکی از فجایعی است که متاسفانه در ایران داره رخ میده. دلیلش هم میشه با یک آمار دیگه توضیح داد. از این 26 نفری که متاسفانه در یک سال گذشته، در کمتر از یک سال گذشته جانشون رو در بازداشتگاه ها از دست دادن و یا زندان ها، 11 نفر از این افراد خانواده هاشون به صورت مستقیم تحت فشار نهادهای امنیتی برای عدم اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندشون بودن. یعنی جمهوری اسلامی در کنار اینکه متاسفانه روش‌های گوناگونی رو برای اعمال شکنجه بر بازداشت شدگان و زندانیان اعمال می‌کنه، خانواده‌های اونها رو هم تحت فشار می‌ذاره تا اطلاع رسانی درباره وضعیت اونها دچار اختلال بشه. جناب یاری، به پیشینه یک ساله این دست رخدادها اشاره کردید. با توجه به این بک‌گراند فکر می‌کنید تا به حال چگونه پاسخگو بوده جمهوری اسلامی یا مقام‌های قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی در قبال این خانواده‌ها و چقدر احتمال می‌دین در این مورد مشخص پاسخگو باشند؟ متاسفانه تا کنون ما شاهد این نبودیم که یک دادرسی منصفانه درباره شکایت هایی که خانواده این افراد جان باخته و یا وکلاشون پیگیری میکنند انجام داده باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها با اعمال انواع شکنجه که بلکه زندانیاری که افرادی رو که بازداشت میکنه در یک شرایط غیر انسانی نگهداری میکنه و پاسخگوی هیچ کدام از نهادهای داخلی و خارجی نیست و در کنارش با ایجاد اختلال در اطلاع رسانی، حتی مستند کردن این روند رو هم دچار اختلال میکنه. یه اشاره به خود جواد روحی شاید نمونه خیلی بارزی از دلایلی باشه که جمهوری اسلامی همه انواع شکنجه ها رو بر علیه خودش و خانواده‌اش اعمال کرده. متاسفانه گزارش هایی از عفو بین‌الملل منتشر شده پیشتر که ایشون هم آزار جنسی دیدن، آویزان شدن به صورت برای شکنجه دادن، تحت فشار قرار گرفتن برای اعترافات اجباری، متاسفانه شوک الکتریکی دیدن، در یک شرایط غیر انسانی نگهداری شدن، خانواده‌شون تحت فشار قرار گرفته برای اینکه اطلاع رسانی انجام نشه و نهایتاً از دسترسی به خدمات درمانی کافی موثر محروم بودن. نتیجه همه این آزارهایی که به صورت سیستماتیک بر یک زندانی اعمال شده، خبری است که امروز دریافت کردیم مبنی بر جان باختن آقای روحی. متشکرم از شما. پرویز یاری پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران از ترکیه. حسین محمدی بازیگر تئاتر روز چهارشنبه برای گذراندن حکم 10 سال حبس به زندان مرکزی کرمان تبعید شد. او یکی از متهمان پرونده مرگ مشکوک یک بسیجی به نام روح الله عجمیان بود. حسین محمدی 14 آبان سال گذشته در کرج بازداشت و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد، اما پس از آن از این اتهام‌های سنگین تبرئه شد و در نهایت حکم 10 سال حبس و تبعید او به زندان کرمان تایید شد.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته از نزدیک گزارش‌های سرکوب و تهدید خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات در ایران را پیگیری می‌کند. او در توییتی نوشته این تلاش آشکار که برای ایجاد ترس در میان ایرانیان در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی صورت می‌گیرد را محکوم می‌کند. آبرام پیلی که پس از رابرت مالی معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران است، این سخنان را در واکنش به خبر بازداشت ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از معترضان اعدام شده بیان کرد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام ایران در محروموم کردن یک مؤسسه تحقیقاتی این کشور در تهران از احضار کاردار ایران در روز 9 مرداد ماه خبر داد. در این بیانیه آمده حمله به ایفری، مؤسسه ایران شناسی فرانسه که یکی از قدیمی ترین نمادهای همکاری علمی و فکری فرانسه و ایران بوده، نشانه تشدید تمایل مقام‌های ایرانی به تنش است. فرانسه از ایران خواسته این تصمیم یکجانبه را لغو کند و محرموم را بردارد. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس با ماست. نیلوفر، در خصوص واکنش فرانسه به محرموم این مؤسسه توسط جمهوری اسلامی برای ما بیشتر بگو لطفا. بله، این مؤسسه ایفری، انجمن ایران شناسی فرانسه، در ایران آذر ماه سال گذشته یعنی ژانویه سال 2023 بعد از اینکه شارلی ابدو کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای منتشر کرد در تهران بسته شد. اون زمان سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام خبر بسته شدن این مؤسسه اعلام کرده بود که فعالیت‌های فرهنگی و تحقیقاتیش با فرانسه رو مورد بازنگری قرار میده به دلیل این اقدام به گفته اونها خصمانه فرانسه، و در واقع با این شیوه به نوعی انتقام گرفته بود از فرانسه برای چاپ این کاریکاتورها. انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران قدمت بسیار زیادی داره. از ادغام دو مؤسسه دیگه که هر کدومشون قدمت بالایی داشتن 40 سال پیش تشکیل شده، از ادغام هیئت باستانشناسی ایران که در حدوداً 130 سال پیش تشکیل شده بوده، و مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی که در سال 1947 توسط هانری کوربن تشکیل شده بود. این مؤسسه آثار بسیار مهمی رو هم داره که به گفته وزارت خارجه فرانسه توسط نسل‌ها محققان و اندیشمندان فرانسوی و ایرانی گردآوری شده و یک کتابخونه بسیار مهم و مرجع در خودش داره که به کتابخونه هانری کوربن معروفه. حالا ایران اومده این در واقع مؤسسه رو، دربش رو محرموم کرده، چیزی که باعث اعتراض مقام‌های فرانسوی شده و گفته این کار در واقع محروم می‌کنه فرانسوی‌ها و ایرانی‌ها رو از دسترسی به این گنجینه عظیم، و همینطور ابراز نگرانی کرده از اینکه به این آثاری که در این مجموعه قرار داره به نوعی آسیب برسه و خطری برای اونها ایجاد بشه، و گفته این نشون میده که مقام‌های ایرانی به دنبال تنشن. میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً فرانسه تلاش کرده تا این موضوع رو بدون اینکه خبری بکنه یا علنی بکنه یا وزارت خارجه حتی بیانیه در موردش صادر بکنه، حل و فصل بکنه، و احتمالاً بعد از اینکه به نتیجه نرسیدن حالا اومده اون رو خبری کرده و بیانیه به طور در واقع مستقل از طرف وزارت خارجه فرانسه در موردش صادر شده. همون موقع هم موقع بسته شدن این مؤسسه تحقیقاتی در ایران، انتقادهای بسیاری به دولت فرانسه از طرف خود محققان ایرانی داخل ایران هم شده بود، به دلیل اینکه معتقد بودن ضرر این کار برای خود ایران و جمهوری اسلامی بیشتر از منفعتشه و یک اقدام در واقع کافی یا مناسب در مقابل چاپ کاریکاتورها از طرف نشریه شارلی ابدو نیست، با توجه به اینکه شارلی ابدو به هر حال ربطی با حکومت یا دولت فرانسه نداره، به طور مستقل داره یک فعالیتی رو انجام میده. مشخص نیست که چه واکنشی رو مقام‌های ایرانی در این اقدام انجام خواهند داد و آیا این مؤسسه باز میشه به فعالیت‌های خودش ادامه میده در ایران یا نه. ممنونم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.
همزمان با درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، وزیر امور خارجه طالبان با لحن کنایه‌آمیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در امور افغانستان دخالت نکنند. امیرخان متقی هرچند از کشور مشخصی نام نبرده، اما پیشتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با او خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شده بود. امیرخان متقی با اشاره به آمار بالای اعدام در ایران گفت تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی بیشتر از شمار زندانیان در افغانستان است. او همچنین گفت منتقدان در ایران ناپدید می شوند و کسی جرأت سوال پرسیدن ندارد. شما که همیشه برای ما توصیه ایجاد حکومت فراگیر دارید، آیا در کشور خودتان حکومت فراگیر وجود دارد؟ شما در کشور خودتان حقوق مردم را تأمین کرده اید؟ شمار بازداشتی ها در زندان های ما کمتر از شمار کسانی است که شما اعدام می کنید. ساعتی پیش در رابطه با واکنش تند طالبان به جمهوری اسلامی گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. او میگوید بین تهران و کابل انواع تنش‌ها وجود دارد. ما بسید در یک تصویر بزرگتر ببینیم که بین تهران و کابل، بین جمهوری اسلامی و امارت طالبان انواع تنش‌ها وجود داره. تنش آبی وجود داره، تنش مرزداری وجود داره، تنش میان شیعه و سنی وجود داره، اما یکی از انواع این تنش ها تنش لفظی است که نه این مورد اخیر. من موارد دیگری هم میتوانم برای شما مثال بزنم که دقیقاً در به اصطلاح بگو مگوی دو طرفه کم نیاوردن طالبان. مثلا موردی بوده که آقای عبداللهیان به همین آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده بود، گفت ما منتظر دولت فراگیر شما هستیم. او هم در جا پاسخ داد مگه در کشور شما، در نظام سیاسی شما، دولت فراگیر شما خودتون تشکیل دادید؟ یه قلیلی از یک جریان سیاسی کل کشور رو در دست گرفتن. مورد دیگه خاطرتون هستش که آقای رئیسی آمد گفتش که آب هیرمند رو به طرف ما باز بکنید و این تهدید ما رو جدی بگیرید. اونا رفتن یه دبه آب آوردن تحویل دادن، گفتن اینم آبی که شما میخواستید. این مورد اخیر هم همینطوره. آقای متقی برگشته میگه به ما توصیه میکنن که به اصطلاح شرایط فضای سیاسی باز باشه. شما تعداد کشته های شما بیش از تعداد زندانیان ما هستش. ببینید این مثال ها رو زدم که بگم تنش لفظی هم افزون بر تنش های دیگر، تنش آبی، تنش مرزی وجود داره. تنش لفظی هم در سطح بالا وجود داره. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به شایعات پیرامون وضعیت سلامتی میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا واکنش نشان داد. به گفته بایدن موضوع سلامتی مکانل امری جدی است و به رغم اختلافات سیاسی او با این سناتور جمهوری خواه در این رابطه در تماس خواهد بود. مکانل که 81 سال سن دارد 30 اوت و در حین حضور در یک کنفرانس خبری ناگهان برای بیش از 30 ثانیه دچار ایست حرکتی و خیره شد. این دومین حادثه از این دست در کمی بیش از یک ماه گذشته برای اوست. آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا همراه ماست. آرش، با وجود وضعیت جسمانی سناتور مکانل، آقای جمهوری خواهان برای جایگزین کردن رهبر اکثریت آمادگی دارن یا خیر؟ به نظر می آید که فعلا چند دستگی وجود دارد در جمهوری خواهان، اما آقای فرانک لونز یکی از کسایی که در حزب جمهوری خواه خیلی نفوذ زیادی دارد و یکی از افرادی است که خیلی از آمارهای حزب جمهوری خواه را در دستش هست، به شبکه CNN و نشریه گاردین گفته است که آقای مک‌کانل باید هر چه زودتر مشعل را به نفر بعدی منتقل کند، که در واقع کنایه از اون است که مشعل به خاطر که خاموش نشود باید به دست یک کسی دیگری برود و معنی این است که باید رهبری حزب دست به دست بشود. همونجور که شما گفتید آقای میچ مک‌کانل 81 ساله در طول یک ماه گذشته این بار دوم هست که در پاسخ به خبرنگاران و در جلوی دوربین های تلویزیونی حداقل برای 30 ثانیه خیره به یک نقطه ای نگاه میکنه. بعضی ها میگویند حالا چند بار ممکن است این حتی
در محافل خصوصی اتفاق افتاده باشه و خبرنگاران اطلاعی نداشته باشن. ما دوباره شد جلوی دوربین ها تا حالا دیده ایم و همین مطلب هم باعث شده است که برخی از جمهوری خواهان الان به تکاپو بیافتند. مطبوعات آمریکایی میگویند که سه سناتور که هر سه اسم کوچکشون جان هست احتمال این رو دارن که رهبری رو در دست بگیرن به زودی، یعنی آقای جان تون که الان نفر دوم حزب جمهوری خواه در سنا به حساب میاد، سناتور جان کورنین از ایالت تگزاس که ایشون هم 71 ساله هست، و سناتور جان باروسو که ایشون هم از ایالت وایومینگ هست و احتمال دارد که در طول همین یکی دو هفته آینده مرزی مشاهده این باشیم که یک رأی‌گیری در حزب جمهوری خواه انجام بشود در سنا و سناتورها تصمیم بگیرن که رهبری رو عوض کنن. از اون طرف شما وقتی نگاه میکنید به این ماهی که ما الان داریم واردش میشیم، یعنی ماه سپتامبر، ماه بسیار پرکاری است برای کنگره، مسائل بسیار مهمی روی دستور کار قرار دارد، از جمله روز پنجشنبه یعنی امروز کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته است که یک بودجه موقت رو فعلا تصویب بکند، برای اینکه تا ماه سپتامبر دولت بیشتر بودجه ندارد و اگر کنگره آمریکا با همین وضعیت به توافق نرسد بر سر بودجه سال آینده، دولت در پایان ماه سپتامبر تعطیل خواهد شد و این یک اتفاقی است که میتونه به شدت تاثیر بذاره در بازار سهام آمریکا، در بازار کاری آمریکا، و جمهوری خواهان باید تلاش کنند که برای همچین لحظاتی آماده باشند. این مدت زیادی که جمهوری خواهان در سنا حداقل در اقلیت بودند، الان یک داشتن یک رهبری که هر چند وقت یک بار میاد جلوی دوربین های تلویزیونی و خیره میماند و نمیتواند سوال حتی پاسخ بدهد، باید بیایند و همکارانش زیر شونش رو بگیرن و ببرنش. خیلی چهره خوبی برای حزب جمهوری خواه ندارد این داستان. بهتر از جمهوری خواهان دور فردی جمع بشن که بتونه حداقل وظایف حزب رو بتونه انجام بدهد. همونجا که گفتم مخصوصا در این ماهی که به شدت زیاد هست مشکلات مهمی که باید کنگره باش دست و پنجه نرم بکنه، و غیر از اون هم خود جمهوری خواهان میگویند که میخواهند جو بایدن رو هم استیزا کنند، با وجود مکانل 81 ساله که نمیتواند وظایفش انجام دادند، انتقاد کردن از جو بایدن 80 ساله خیلی مشکل خواهد بود. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. دادستانی کل نیویورک ادعا کرده بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با دستکاری در رقم واقعی دارایی‌های خود احتمالاً مرتکب کلاهبرداری مالیاتی شده است. به گفته دادستانی نیویورک، بررسی پرونده‌های مالی سازمان ترامپ، شخص او و پسرانش نشان می‌دهد که رئیس جمهور سابق آمریکا در یک دوره 10 ساله بین سال‌های 2011 تا 2021 رقم واقعی دارایی‌های خود را پنهان کرده تا با ارزش افزوده سرمایه هایش را مخفی کند. این موضوع باعث شده رقم نهایی مالیات پرداختی با رقم واقعی سود و زیان دارایی ها مطابقت نداشته باشد. از سوی دیگر یکی از وکلای دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهور پیشین آمریکا در دادگاه تعیین شده از سوی ایالت جورجیا حاضر نخواهد شد. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما هستند. جناب سمیعی، متشکرم از حضورتون در برنامه. حدود 18 ماه مونده تا برگزاری انتخابات اینجا در آمریکا. یکی از تاریخی که برای برگزاری انتخابات ترامپ داده شده در ماه مارس، یک روز قبل از انتخابات مقدماتی در واقع جمهوری خواهان هست. فکر می‌کنید به کدام سمت میره و این وضعیت رقابت‌های انتخاباتی تا چه حد از این پرونده‌های مختلفی که برای ترامپ شکل می‌گیره متأثر میشه؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران، در پاسخ به پرسش شما بایستی عرض بکنم به چند عامل بستگی داره. یک این هست که آیا آقای ترامپ در همین روندی که الان میتونه کمک‌های مالی برای کارزار انتخاباتی خودش جمع بکنه رو موفقیت داشته باشه یا خیر. چرا؟ چون حدود 50-55% از کمک‌های مالی که به هیئت انتخاباتی ایشون داره میشه، داره صرف مصارف موضوعات قضایی ایشون میشه. این یک مقدار زیادی ممکنه که به ایشون ضرر بزنه،
اگر که ایشون کاندیدای برتر حزب جمهوری خواه یا منتخب حزب جمهوری خواه برای انتخابات نهایی باشن. اما رقبای ایشون هم دارن سعی میکنن از یک طرف به شخص ایشون حمله نکنن و از طرف دیگر به مردم رای دهنده جمهوری خواه یادآوری بکنن که آیا ما واقعا الان باید دنبال یک فردی بریم که این همه مسائل و مصائب پشت سر خودش داره. به نظر من کسانی که از این راهکار میتونن استفاده بهینه ببرن فرماندار سابق ایالت کارولینای جنوبی خانم نیکی هیلی که اتفاقا سفیر امریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ بود و فرماندار سابق ایالت نیوجرسی آقای کریس کریستی هستند که میتونن از این مسئله استفاده بهینه بکنن. جناب سمی، ادعای مطرح شده توسط وکیل ترامپ رو چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر از نظر حقوقی و قانونی ترامپ این حق رو داره که در دادگاه جورجیا حاضر نشه؟ ببینید، از لحاظ قانونی کاملا ایشون این حق رو داره، برای اینکه این یک کاری هست که به صورت روتین انجام میشه و اون فرد متهم میتونه خودش حضور پیدا نکنه و فقط بگه که وکیلش اونجا حضور پیدا خواهد کرد. از لحاظ قانونی این کاملا پذیرفته شده هست، اما از لحاظ وجهه عمومی و ارتباطات عمومی خب یک مقداری، حالا اگر هم خود آقای ترامپ بهش نپردازه، ولی رقبای ایشون حتما از این مسئله استفاده خواهند کرد که مردم ببینید باز هم یک مقابله قضایی دیگری هست. آقای ترامپ حالا این دفعه هم دیگه نخواسته شرکت بکنه، دیگه اونا نمیان بگن که این یک کار قانونی هست و اجازه قانونی هست، استفاده به نفع خواهند کرد رقبای ایشون. متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. بمب ساعتی توصیف رئیس جمهوری آمریکاست از وضعیت اقتصادی چین. جو بایدن در عین حال در مورد پیامدهای احتمالی این وضعیت برای دیگر کشورها هم هشدار داده. اندکی بعد از این اظهارات، داده‌های تازه دولت چین نشان می‌دهد که نه تنها تورم منفی دامنگیر دومین اقتصاد بزرگ جهان شده، بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بخش خصوصی بدتر از تصور عمومی است. مقام‌های چینی اما می‌گویند در حال احیای اقتصادی با و در مسیر پیشرفت هستند. توماج تاهباز و جزئیات بیشترین خبر. این خانم یانگ هویان این روزا نقل محافل تو فضای مجازی چینه. مدیر گاردن هولدینگز از بزرگترین شرکت‌های توسعه املاک در چین. یه زمانی ثروتمندترین زن آسیا بود، اما برآورد بلومبرگ نشون میده تو دو سال اخیر بیشتر از همه میلیاردرهای جهان ثروت از دست داده. برای خیلی اینجا تو آسیا وضعیت خانم یانگ و بازار عظیم ولی شدیداً بحران زده و پر از غرض و غوله مسکن چین تصویری میده از اقتصاد این کشور تو دو سال اخیر، به خصوص دو سال اخیر از زمانی که کووید شروع شد، که اتفاقاً از خود چین شروع شد، تا اون سیاست جنجالی مرزهای بسته و بعد ضربات پی در پی آمریکا به تن اقتصاد چین، تا الان که آمار و ارقام تازه دولت چین منتشر شده که لرزه انداخته به تن بازارها. آیا اقتصاد چین رو به افول یا رو به احیا؟ این سوالیه که این روزها خیلی از خودشون میپرسن. توصیف داده‌های اقتصادی چین از ماه ژوئیه در بهترین حالت اینه. سرعت کم در جاده‌ای پر از دست‌انداز. فروش عمده کالاهای مصرفی 2.5% رشد کرده که کمترین رقم امساله. تولید صنعتی هم کاهش داشته. برزخ اصلی اما بخش خصوصیه، یعنی بازار اصلی نیروی کار در چین. مثلا نشریه نیکی میگه تعداد شرکت‌های خصوصی تو وضعیت قرمز اقتصادی به بیشترین حد تو 22 سال اخیر رسیده. نرخ رسمی بیکاری جوان‌ها هم رکورد عجیبی زده. پکن اساساً انتشار اون رو هم کنار گذاشته. در مورد خود آمار رسمی هم تردیدهای مطرحه. اقتصاد چین تو شرایط گرگ و میشه. این تصور که چین دائما در حال رشد و به زودی جای آمریکا رو میگیره دیگه مطرح نیست. چین الان مشکلات اساسی داره، از تورم منفی تا بحران عظیم در بازار املاک. مهمتر از همه آمریکا هم داره ضربه میزنه و رو زخم چین نمک میپاشه. ویلیام پسک، تحلیلگر ساکن توکیو، معتقد دولت جو بایدن دست به جراحی موضعی ولی دردناک اقتصاد چین زده، از محدودیت فروش فناوری تا محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، و این جراحی ادامه داره. در طرف دیگه اما رسانه‌های وابسته به پکن میگن حرف زدن از سقوط چین یا تهدیدهای چین فریب افکار عمومیه، در نهایت واسه حفظ هژمونی یا برتری واشنگتن.
مقامات رسمی چین میگن ثبات نسبی حاکمه و نتیجهش هم به زودی دیده خواهد شد. چین از ظرفیت تولید و عرضه نسبتاً قوی برخورداره و حجم صادرات بیشتر از وارداته. سیستم صنعتی و حمایتی نسبتاً کاملی داریم. سهم چین در بازار جهانی ثبات نسبی داشته و کالاها از مزیت رقابتی بسیار خوبی برخوردارن. این اولین بار نیست که کشتی اقتصاد جمهوری خلق به طوفان نزدیک میشه و با یه نگاه به اوضاع میشه دید که بارها به سلامت از اون عبور کرده. آیا واقعاً این بار فرق داره؟ تا آخر امسال احتمالاً تصویر روشن‌تری دستمون میاد، به خصوص که نشست اقتصادی اصلی حزب حاکم ماه دسامبر انجام میشه. به هر حال در این دریای پر رفت آمد طوفانی هم بیاد، فقط یک کشتی رو گرفتار نمی‌کنه. تو ماجد تاهباز، بانکوک. 4 شرکت فناوری چینی از جمله بایدو روز پنجشنبه 31 آگوست چت‌بات هوش مصنوعی خود را پس از دریافت تایید دولت برای عموم راه اندازی کردند. بر اساس قوانین چین، شرکت‌های فناوری قبل از عرضه محصولات هوش مصنوعی در بازار انبوه باید مجوزهای امنیتی دریافت کنند. جنگ تجاری بین آمریکا و چین و افزایش تحریم کمپانی‌های فناوری چینی دسترسی بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و تکنولوژی چینی را به دستیارهای هوش مصنوعی مایکروسافت و گوگل محدود کرده و حالا چینی‌ها تلاش می‌کنند با دستیار هوش مصنوعی ساخت داخل به رقابت با شرکت‌های آمریکایی بروند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا همراه ما هستند. جناب صارمی‌فر، الان که بررسی می‌کردم تخمین زده شده که از نظر فناوری چین حداقل 10-15 سال عقب‌تر از آمریکا است. حالا با توجه به این رقابتی که به این سرعت و حدت آغاز شده، فکر می‌کنید در نهایت کدام یک پیشی خواهند گرفت و یا چین می‌تونه این فاصله رو پر کنه یا خیر؟ بله، اینو می‌تونیم از مقایسه بقیه مدل‌های مشابهی که چینی‌ها پیش گرفتن در صنایع مشابه یا به هر حال کلون کردن سرویس‌های مشابه در دنیای آزاد، حالا بیشتر آمریکایی هست، ببینیم. مثلا موتور بایدو رو، موتور سرچ بایدو رو مقایسه کنیم با سرچ گوگل، یا همینطور سایر سرویس‌ها رو، مثلا ویچت رو مقایسه کنیم با خدمات مسنجر فیسبوک. جاهایی هست که خیلی خوب چینی‌ها تونستن توسعه بدن، جاهایی هم هست که خوب چینی‌ها عقب‌تر هستن، حتی جاهایی هست که جلوتر هم. مثلا هوش مصنوعی که تیک تاک داره در شرکت بایت دنس توسعه داده شده، از مدل‌های مشابهی که اینستاگرام داره یا اسنپ چت داره بعضن بهتر عمل می‌کنه. بنابراین مورد به مورد متفاوته، اما اون چیزی که در نهایت منجر به این اتفاق شده اینه که یعنی ریشه هاش یک خواسته حزب کمونیست چینه که نمیخواد مردم برای از بعضی چیزها اطلاع داشته باشن، نمیخواد مردم راحت سوال بکنن از یه چت بات که در میدان تیانانمن چه گذشت و چت بات براشون توضیح بده. بنابراین مشابه جمهوری اسلامی، شرکت ها وقتی باید محصولات مشابهی رو، محصولات در حوزه آی‌تی ارائه بدن، میرن به مقامات دولتی مراجعه میکنن و اونها بررسی میکنن و مجوز در حقیقت راه از اون وبسایت رو میدن. حالا 4 تا از اینها مجوز گرفته. البته نکته دیگه ای هم که در گزارش گفته شد درسته، یعنی به هر حال آمریکا و اروپا نمیخوان تمام این تکنولوژی در اختیار چین قرار بگیره و تحریم ها و محدودیت هایی ایجاد میکنن. یکی از اون مهمترین محدودیت ها محدودیت نیمه رسانه هاست و چیپ هایی که مثلا انویدیا تولید میکنه که برای این حوزه ها خیلی مهم هست و اینها باعث میشه اون تاخیر زمانی که شما در سوال فرمودید که وجود داره، یعنی اون تاخیر رو به وجود بیاره. حالا 10-15 سال ممکنه با تلاش چینی ها بشه، 5 سال بشه، 2 سال، ولی به هر حال از لحاظ سخت افزار چینی ها هستن. جناب صارمی‌فر، به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟ در واقع این خروج انحصار پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری و در واقع رقابت با چین، فکر میکنید چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا مثل مسئله 5G قرار است رقابت این دوتا بقیه مردم رو، حالا به نوعی ماهایی که در ایران هستیم یا اینجا، متاثر بشیم یا خیر؟ ببینید، این نکته‌ای که وجود داره این که ما وقتی با چت بات ها مواجه هستیم، اینها باید از محیط اطراف یاد بگیرن، در اون بستر زبانی به تعاملات مردم نگاه کنن. اصلا اسم GPT که اون انتهای عنوان این خدمات میاد به همین معنیه، یعنی اینکه ارتباطات مردم رو میبینن، میآموزن و یاد میگیرن که چجوری پاسخ بدن که پاسخ رضایت کننده، رضایت بخش تری برای مخاطب باشه. بنابراین وقتی ما
یک کشوری تلاش میکنه در حوزه زبانی خودش، خب چین به هر حال متولی یا مثلا به نوعی در حوزه اون کشور هست که زبانهای چینی صحبت میشه، یا مثلا معادلش ما فارسی رو داریم، کشورهای زیادی نیستن که فارسی صحبت بکنن. بعد در این انتظار میره در این حوزه ها اونها قوی تر بشن و گاهی وقت این دستاوردها پدیده‌های جالب‌تری هم به وجود میاره. نمونهش همین در حقیقت سوشال کامرس هست که در ویچت تحقق پیدا کرد، بهتر از بعضی نمونه های آمریکایی، نه همیشه ولی بعضی بهتر. ممنونم از شما. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. دولت بایدن طرح انتقال نخستین بسته تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 80 میلیون دلار به تایوان را تصدیق کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد آمده که این تجهیزات برای تقویت قابلیت‌های دفاع شخصی تایوان و تأمین امنیت دریایی استفاده خواهد شد. بر اساس این طرح، بسته کمک نظامی آمریکا شامل ارائه سامانه‌های دفاع هوایی، دفاع موشکی بالستیک، پهپادها، ارائه آموزش نظامی و مهمات خواهد بود. این در حالی که چین پیشتر مخالفت خود را با ارائه تسلیحات و همکاری نظامی میان آمریکا و تایوان اعلام کرده بود. بریتانیا بعد از 2 سال پناهجویان افغان را از هتل‌ها خارج می‌کند. این در حالی است که بریتانیا کمترین سهم را در انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر داشته و کسانی که در 2 سال گذشته از افغانستان به این کشور آورده شدند هنوز نتوانستند مسکن مناسب پیدا کنند. تاج‌الدین سروش همکارم از لندن و محل این هتل‌ها با ماست. تاج، به ما مشخصا بگو که آیا دولت بریتانیا برنامه مشخصی برای اسکان این مهاجرین در نظر گرفته یا خیر؟ برنامه دولت بریتانیایی است که بعد از 2 سال، یعنی امروز آخرین روزی باید باشه که مهاجرین یا همین پناهجویان در این هتل هایی که در رقیب ما هستن مسکن گزین که شدن، باید آخرین روزشان باشه که اینجا را ترک بکنن. ولی دیده میشه که این مهلت عملی نیست، به خاطر از اینکه لحظات پیش که ما با این پناهجوی صحبت میکردم، امروز نمایندگان دولت آمدن در اینجا باشان صحبت کردن و برخی ها را البته از این هتل ها اخراج کردن یا هم بردن به جاهای دیگر. اما مشکل اساسی این است که دولت در اینجا به قدر کافی مسکن نداره که برای این مهاجرین توزیع کنه، و یا هم جاهایی را که دولت انتخاب کرده کسانی که در این هتل ها زندگی میکنن هم حاضر نیستن که به اون جاها بروان. بنابراین یک درد سر کلان برای دولت اینجا ایجاد شده که بعد از 2 سال این نتونسته که این مشکل حل بسازه. هرچندی که این مشکل با مهاجرینی که صحبت میکردم و فعالان حقوق مهاجر، مشکلی که در اینجا ایجاد شده نسبت به سایر دولت های غربی مثل آمریکا و کانادا بیشتر است، به خاطر از اینکه اون کشورها تعداد زیادی از مهاجرین پذیرفتن و اینقدر هم مشکل نداشتن که حالا دولت بریتانیا این مشکل داره. ولی اصل مسئله این است که در این هتلی که شما میبینین، هتل هارورا، بیشترین مهاجرین در اینجا ساکن هستند. تقریبا در حدود 700 نفر اینجا ساکن بودن که حالا شمارشان آمده پایین، نزدیک به 200 نفر هم الان در اینجا زندگی میکنن. ولی حالا دولت شرایط یک مقدار برشان سخت ساخته، برای از اینکه هر روزی که میگذره هزینه ای که بالای دولت میشه بیشتر میشه، و حالا برشان گفته که غذایی که تا حال در این هتل ها برشان صرف میشده از این پس این غذا را نخواهند داشت و لباسهاشان شستشو نخواهند شد. یعنی این شرایط سختی را که آهسته آهسته بالا اینها وضع میکنه، اینها را وادار به این میسازه که این هتل ها را ترک بکنن و هر جایی که میرن. ولی سوال اساسی اینجاست که اینها کجا میرن خودشان هم نمیدونن، ولی دولت میگه هر جایی که میرین جایی را خودتان پیدا بکنین، و برای اینکه ما دیگه توانی را نداریم که شما را از این بیشتر تحمل بکنیم در این هتل ها، و از اینشان ما بپردازیم. اگر کوتاه و در جمع‌بندی بگی، آیا دفاعی مشخصی از طرف دولت بریتانیا بوده که دلیل این تأخیر عمده چه بوده تا به حال؟ دلیل دلیل وجود داره. یک دلیلش اینه که دولت میگه که ما پیشنهادهایی را که به این پناهجوها داشتیم اینها قبول نکردن و رد کردن، و از طرف دیگر این پناهجوها میگن که خانه هایی که به اینها پیشنهاد شده بوده در جاهای دوردست بوده، در اطراف بریتانیا بوده که برای اینها زندگی در اونجا دشوار بوده. بنابراین این دو تناقض بین هم وجود دارد. مشکل اساسی همینجا ایجاد شده که اینها نتونستن که این هتل ها رو ترک بکنن. متشکرم از تو همکارم تاج‌الدین سروش از مقابل این هتل ها.
و ممنونم از همراهی شما با این مجموعه خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت و شبکه‌های مجازی ایران اینترنشنال با آدرس iranintel.com. وقت بخیر.